Vormt het samen een woord? Ik mag hem niet hebben. Nee, dus ik wil het niet. Dat is niet de minste dat idee. Ja, ik heb een maandje voor hem. مارماهی در هلند که این روز در هاردروایک یکی از شهرهای هلند برگزار میشه. مردم زیادی از همه جا میان، حتی از کشورهای مختلف برای دیدن این روز. اینا خیلی قشنگه. در واقع دو شب و روز جشنیه اینجا. That's so nice. Nice, huh? Wonderful. این جشن شامل رقص و پایکوبی، دی جی، موزیک، غرفه های مختلف برای فروش که شامل هر چیزی که فکرشون میکنید. خیلی قشنگه. اون پشتم هست. شامل هر چیزی که فکرشو کنید. غرفه هایی که همه چی میفروشن و قیمت ها البته خوب. درسته بازار شبیه بازارهای هفتگیه ولی قیمت ها فوق العاده بالا. مثلا 24.95 دیگه 25. نه شیشه ها خیلی گرونه. شیشه ها مثلا 25. این 200 یورو. 225 یورو. Yeah. From the prices from the vases, you get 20% off. خیلی قشنگه. The glass from oats. Oh, okay, you can release it. خیلی قشنگه. The water tank at Altjes swamp that laid the lead water tank for 200 of years, and that's why it's very tough. و خب داشتم میگفتم این روز که روز در واقع جشن مارماهیه، در واقع بیشتر میخوان هدفشون اینه که زندگی مارماهی و چطور میشه که مارماهی کلن از اول زیستش تا جایی که اینجا کباب میشه و نوش جان میشه همه رو اینجا انجام میدن، نشون میدن نمایشگاهه. این آقای توضیح داد که این محصولات زیباییش اینه که هر تکه چوب بیش از 100 سال زیر آب بوده که حرارت خیلی زیادی رو میتونه تحمل کنه، به خاطر همین شیشه ذوب شده رو روی چوب میتونن قرار بدن و چوب آسیب نمیبینه. و خاص بودن این محصول اینه که هر کدوم از این چوبا شیشه خاص خودشو داره، یعنی شما از نمونه این محصول هیچ جای دیگه دنیا پیدا نمی‌کنید چون این چوب همین یه دونه ازش بیشتر نیست. میدونید در واقع ببینید این شیشه وقتی داغ بوده روی این چوب گذاشته شده و شکل همینو گرفته، بعد شکلش دادن. این میبینید همون شکل یعنی یا مثلا این شکلای همین چوبو گرفته و به خاطر همین هر کدوم شکل مختص خودشو داره. مثلا اینو ببینید وقتی هنوز این شیشه در واقع مذاب بوده موادش گذاشتن اینجا و شکل دادن، برای همین میبینید این برجستگی و این فرو رفتگی و اینا همه شکلهایی که اینجوریه. مثلا روی خود چوبا گذاشتن و شکل دادن، واقعا کار قشنگیه.
Thank you so much, sir, for your explanation. Have a nice day. You too. Thank you. کلن شهر هاردرویک به مارماهیاش خیلی معروفه. توریست های مختلف میان برای اینکه اینجا مارماهی بخورن. مارماهی کبابی مورد علاقه شونه. من که تا حالا نخوردم نمیدونم چجوریه، ولی شاید هم اصلا نتونم بخورم چون ظاهرش اصلا دوست ندارم، ولی خب توریست ها خیلی دوست دارن و اصلا هاردرویک چون به این معروفه دیگه جشن مارماهی هم داره که دو روزه و این تو این دو روز دیگه شامل همه چی میشه دیگه، رقص، موزیک، فروش انواع محصولات. اینجا هم حراجی گله. بله. اونطور که من میدونم شما اونو بخش. من اون چراغ باقوطی آبجو درست کردم. باقوطی آبجو مثلا این آمستله. حالا این هم شکل انواع شخصیت های محبوب. این چاپ روش رو عوض کردم. بله چاپش رو عوض کردم. بیتلسا اشخاص محبوب میبینید. برند های مختلف، تیم های ورزشی مختلف. خیلی خوب بود، عالی. نه نمیخوام. خواستی؟ چی؟ آرد شدن. حالا اونا رو بعدا میدیم. پشت سکن تیم در بیدیم. این هم فانوس دریایی قدیمی شهره که الان دیگه از آب فاصله گرفته و الان تو خشکی هر رو گرفته. پاستیل. بله مورد علاقه دخترهای ایرانی. اینجا هم عکس میگیرن. از اصل فستیوال اینجاست. Means really nice. خب بریم ببینیم اونجا دارن سرود میخونن. دریانوردان قدیمیه اینا. بله. ملوا من خدای قدیمیه. هاردرویک به خاطر اینکه یه شهر در واقع ساحلیه که شغل قدیمیشون بیشتر
ماهیگیری و اینا. گفتن این شعری که دارم میخونن راجع به هارینگه، اون غذای محلی دیگه شون ماهی خامه که با پیاز و آب دل شغلشون در واقع صیاد، صیاد میگن به ماهیگیره ها، چی میگن؟ ماهیگیری؟ زیمان؟ نه زیمان که یعنی دریانورد یا ملوان، ولی نه هلندیشو نمیگن، مثلا فارسی میگن دریانورد، ماهیگیر یا صیاد، صیاد هم میگن. خب حالا شغل بیشترشون ماهیگیری بوده و یه بچه چهار در واقع یه بچه تو بلو در واقع درآمدشون از ماهی بوده و از دریا و کشتیاشون، و حالا هر سال یادبودهایی دارن برای تقدیر از اون ماهیگیرا که اقتصاد این شهر با اونا میچرخیده. یه دستی خوشگل، سنگ، زیورالات خوشگل. این پارچه هست دو وسطش. مردم همیشه شاد هلند که از همه چی لذت میبرن. زیورالات خوشگل با سنگ، با انواع نمیدونم دیگه چه جنسایی داره، ولی قشنگن. بدل نقره انتهای این خیابون یه آب نماست که از کاور فیلم ها، انواع کتاب ها و فیلم ها درست شده، مزین شده در واقع. این جای دنجیه برای این که حالا بعضی دوست دارن کتاب بخونن توی یه فضای خیلی آروم. البته همیشه به این شلوغی نیست، همیشه خیلی خلوته و میشه روی این نیمکت ها نشست و از آرامش اینجا و از صدای آب لذت. این یکی از رستوران های ستاره داره این خیابونه،
voor gaan we zo beginnen. Un kifo 10 euro. نون چند فروشیه و عینک. مامان چه؟ یه چیزی میخواد مامانش نمیخره داره گریه میکنه. همونطور که میبینید ولی الان از آب فاصله گرفته. آه این مجسمه رو نشون ندادم. این مجسمه ها صدای دریا پخش میشه، صدای موج دریا پخش میشه، صدای مرغ ماهی ها پخش میشه. اینجا هلندی ها قبلا شغلشون چی بوده؟ از دریایی بودن. بله خب الان متمدن شدن و از خوشحالترین و آرومترین مردم جهان هم شدن. واقعا هلندی ها خیلی مهربون، خیلی شاد، خیلی خیلی زندگی. بله توی هلند خیلی لذت بخشه. این رستوران یوهانس یکی از معروفترین رستوراناییه که مارماهی کباب میکنن، سرو میکنن و از همه جای دنیا برای این مارماهی ها میان. موسیقی
naar bevrijden, maar hij had het uitgelegd. Ik weet niet wat ik اینجا داخل شیشه هم هست. اینجا انواع ساندویچ های ماهی، انواع ماهی ها، سفالی ماهی، همه چی هست. خیلی هم خوشمزه است. ساحل هاردوی مردم نشستن به خوشی و شادی دارن لذت میبرن. اینجا هم یه پارک بادی و یه زمین بازی زدن واسه بچه ها. اون بره آب رو هم اگه ببینید دولفیناریوم، اونجا هم که محل نمایش انواع آبزیان دولفین، سگ آبی، شیر آبی، گراز دریایی دیگه. جام قشنگه که در واقع هاردرویک یکی از جاذبه های بزرگش همین دولفین ها. اینجا هم قرصه غذاهای ترکی من فکر میکنم غذاهای آماده ترکی هم باشه حالت پیش غذا تو باره بیشتر. اینجا میتونی تست کنید؟ یا آره افوکادو هکولا فکر میکنم اینه دوی درهای این زیتون ها، پنیر ها، اینا خوشمزه میتونن باشن. اون قارچه ها، قارچش خوشمزه است. نمیخوام تست کنم؟ میل نداره حتی یه دونه قارچ، حتی یه دونه زیتون. بلندی ها خیلی سنگ دوست دارم. دوست نداشت عکس رو فیلم بگیریم؟ پس پروانه ها نگیره. آه به خاطر این که شاید حیوان آزاری جرم حیوان به جرم حیوان آزاری آره بهشون گیر بودن، گفت از پروانه ها فیلم نگیرید، عکس نگیرید. پروانه ها چون واقعی بودن. سنگ خوشگل غذای سگ، اسباب بازیاش، البته اسباب بازی نبود، فقط غذاهاش بود. فکر کردم در ادامهش اسباب بود، چون هر جا که غذاشو میفروشن در ادامهش غذاش هم هست، ولی نبود. این ببخشید اسباب بازیاش اصوری انواع پاستیل ها، پاستیل مورد علاقه خانم های ایرانی. پاستیل اینا انواع استیکر هاست بیا خواهشون مشخص میشه یا نه. میخوای بگیریم؟ نه.
دلفیناریوم امروز خیلی شلوغه. میبینی بیرونم آره، تیکتش از چند ماه قبل واسه امروز سولد شده. حالا بجز اون بیرونم نگاه کن وسایل بازی برای بچه‌ها گذاشتن. عینک رو 5 یورو تا 12 و 50. میگم با این که در واقع آلتجزداخه ولی مارماهی خیلی کم دیدیم. جستان ها که با چوب درست شده و عود و انواع خوشبو کننده های هندی، مشک و انبر و از این جور چیزا دیگه. اینا در چیزه ها جای اوده در واقع. بله اونجا ببین روشن شد از دهن اجده ها آتش میکنه. خب بریم، این خیلی باحاله. یعنی اگه اود روشن کنید داخلش از اینجا میاد بیرون و خیلی خوب میشه. اول رفته بالا کشتی داره رد میشه. امروز در واقع دو روز این جشن برگزار میشه که هاردرویک خیلی شلوغ میشه. از همه جا میام، حتی از اونجایی که من شنیدم از همه کشورها برای دیدن این جشن، برای خرید، برای رقص و شادی و گذروندن لحظه هاش. اونم پلیه که باز شده بود برای کشتی هایی که خیلی بزرگ هستن باز میشه، از اونجا که رد میشه کشتی دوباره بسته میشه و مردم، ماشینا، دوچرخه و موتور. Twee teentjes, ik ben nu onderweg. رستورانه
بچه گریه میگیرم خنده میگیرم. بچه‌ها خیلی دو رقص و نوشیدن و سنترون که استیج گذاشتن و دیجی هست از الان برنامه رقص و موزیک هست تا شب که دیشب هم بود البته موزیکاشون به ترکون میشه و یه ذره مردم درینک های الکلی میخورن و یه ذره جو مسیرم اینجوری کشیدم با گچ. البته ما دیگه داخل نرفتیم. تو خواهی از همینجا برگردی؟ Like, you